اخلاق جنسی از آزادی تا لذت، مسائل زوجهای جوان ناشی از مشکلات جنسی، مروری بر دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد درباره حجاب، کاریکاتورهای این چنینی و البته از همه جنجالی تر حرف‌های مهدی کلهر درباره رنگ مشکی لباس ایرانیان که او معتقد است ناصرالدین شاه از فرانسه به ایران آورد. ویژه‌نامه خاتون روزنامه دولتی ایران درباره حجاب خشم بسیاری از اصولگرایان را برانگیخته و زمینه جدال جناح‌های درون حکومتی را فراهم کرده. 192 نماینده مجلس خواهان برخورد قانونی با این روزنامه شدند. بنابراین غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور هم گفته شکایت از این روزنامه به دادگاه ارجاع شده. مهدی کلهر مشاور سابق محمود احمدی نژاد در ویژه‌نامه خاتون نوشته که رواج چادر در ایران سوغات ناصرالدین شاه قاجار از اروپا و تأثیر گرفته از رنگ رایج در محافل خوشگذرانی فرانسه بوده. علی اکبر جوانفکر سرپرست روزنامه ایران نیز در این ویژه‌نامه از اقدامات پلیسی در برخورد با مسئله بدحجابی انتقاد کرده و گفته این اقدامات نتایج مطلوبی نداشته. در اینکه چادر تنها وجه حجاب شرعی نیست اصلا سخن تازه‌ای نیست. پیشتر همین سخنان گفته شده و هرگز این مقدار جنجال به پا نشده. به نظر میرسه که جریان نزدیک به آقای احمدی نژاد که با نمادهایی مثل آقای کلهر و مشایی شناخته میشن از شرایط موجود استفاده کردند. این بحث رو وقتی مطرح کردند تبعاتش رو میدونستند. اونها میدونستند که روحانیان سنتی و جریانهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این نوع بحثها رو میپسندند، این تاب و شکمیها رو نمیپسندند. از قبل اونها دوست میداشتند که این ماجرا مخالفت اونها رو برانگیزه. تحلیل اطرافیان آقای احمدی نژاد این هست که اونها در بین مردم رأی ندارند و اگر مخالفت بکنند با هر کسی مایه وجاهت اون شخص میشن. در نتیجه بدون نگرانی از نتایج این ماجرا و از قضا با پیشبینی همه جنجالهای موجود این دعوا رو به سود فرصت انتخاباتی آیندهشون ارزیابی کردند. سایت‌های اصولگرای منتقد دولت می‌گویند انتشار ویژه‌نامه خاتون کار جریان انحرافی در دولت است و اهداف انتخاباتی دارد. علی اکبر جوانفکر سرپرست روزنامه ایران حملات لفظی علیه این روزنامه را دارای انگیزه سیاسی دانسته. ویژه‌نامه خاتون حملات منتقدان اصولگرای دولت محمود احمدی نژاد علیه گروهی که جریان انحرافی در دولت نامیده می‌شود را شدت بخشیده. کیانوش سنجری، صدای آمریکا.